خانم آقایان درود بر شما. آقا جمعی از آخونده بیانیه دادن ما امنیت اجتماعی نداریم، در اجتماع که میریم امنیت نداریم فلان، به ما تجاوز میشه، جیان عمامو و فلان اینا اینا پیام دادن، بیانیه دادن. راست هم میگن دیگه آقا، ولی من یه حرفی دارم با اینا. آیه آخونده عزیز، عزیز دل، عزیز برادر، تو لباسی میپوشی که جوانا رو تحریک میکنی دیگه. لباس جناب عالی تحریک کننده، وقتی لباس تو تحریک کننده جوان تحریک میشه، به جناب عالی تجاوز میکنه. نکن دیگه عزیز دل، اون لباس نپوش تا جوان تحریک بشه به جناب عالی تجاوز بکنه. دروغ میگم؟ لباس تحریک کننده نباید بپوشی دیگه. خانم آقایان درود بر شما. آقا بریم با هم رجزخانی یک رأس آخوند رو ببینیم. یک آخوندی که ما رو گویا مثل که لوره، ما رو لورستانه. من از مردم ملت عزیز و شریف لورستان میخوام این آخوند رو بالاخره یک ریز یه پذیرایی بکنن. بریم با هم این رجزخانی این آخوند رو ببینیم، برگردیم. فقط ناگفته ناگفته نمونه به شما بگم، این آخوند غازیه، غازیه در تهران، در تهران غازیه. بریم با هم ببینیم برگردیم، فقط با دقت به حرفاش گوش بکنیم. بریم بیای. علی قسم، اگر جمهوری اسلامی به من آخوند لرستانی اجازه بدهد با هزینه های شخصی از طایفه خودم، یعنی طایفه حسن بن، طایفه بیرون بن، طایفه بهار بن، طایفه چگنی، طایفه نورابا، کودش، نورابا، ارشتر، با 2000 نفر لرستانی تمام احتشاشگران مقیم تهران را به درک واصل می کنم. به بنی عزب قسم تمامش دارم، این کار خواهم کرد. فقط اجازه می خواهم از مسئولین جمهوری اسلامی، مردم عزیز، خواهران، برادران، این لیدرها را شناسایی کنید، به سپاه معرفی کنید، به وزارت اطلاعات معرفی کنید. اگر می بینید توی این بلوب بسرن یک نفر شعار میده علیه آقای خامنه ای، علیه امام حسین، شناساییش کنید، معرفیش کنید. هنوز ما بیرون نیومده ای، جان خود را میدهید. من خودم هم قاضی جمهوری اسلامی هستم، قاضی جمهوری اسلامی هستم، دیگه صبرم نپید شده است. پسران طلبه، حاضرم جان خودم را بدهم. مرد بر این قلم بدستانه، قلم بدستان خائن، سر بریتی خائن، یک صلوات خط کن. اللهم صل علی. بله خانم آقایان، همونطور که دیدید یک رأس آخوند کفتار صفت خوناشام رو با هم دیگه دیدیم که رجزخانی داشت میکرد. این اون لاتای کوچه بازاری، اون این لاتای مجازی هستن میان رجزخانی میکنن، الان هم همه دومشونه انداختن تو هونشون، پیداشون نیست. اینم آخوندیه که از قضا این غازیه، یعنی غازی القضات تهرانه، دستگاه قضا رو این داره، یعنی عدالت علیشون رو این باید برقرار بکنه. حالا این چجوری میخواد عدالت برقرار بکنه، دستگاه قضا رو داره؟ بعد دیدید چی گفت؟ نکتره، دیدید نکتره؟ بگیر، گفت با هزینه شخصی خودم، گفت با هزینه شخصی خودم قتل عام میکنم همه رو. دیگه ببین چی پولی جمهوری اسلامی به اینا داده. در این 44 سال چه چپاولی کردن از این ملت، چه چپاولی کردن از این ذخایر کشور، ذخایر و منابع کشور، چه پولهایی، چه راندهایی اینا خوردن که همچین رجسی میاد میخونه، چماق میگیره تو دستش و مثل شبان بیمخ، شبان بیمخ جدیده دیگه، این شبان بیمخ دیگه، شبان بیمخ ما ماست دیگه، این شبان بیمخ عصر ماست دیگه.
چقدر ببین پول داره که میاد چماقو میگیره بالا و میگه من منتظر فتوای جمهوری اسلامی هم که همه رو به درک واصل بکنم. این میگه این آخوند زبردی. بعد اسامی طایفه های لوری رو برده که اونا خودشون اصلا ضد جمهوری اسلامی هست. حالا تو هر جایی بالاخره کلکاپیس هست دیگه، مثلا در یک باقی که همه توتی هست بالاخره یک کلکاپیس هم پیدا میشه. کلکاپیس یک پرنده ای که فرشخونه. یعنی در هر طایفی بالاخره اینا این مزدورا این خایمالان کاسلیس مزدور دارن یک چند نفری و دیگه برای خودشون. دیدی که یک نفرم کنارش وایساده بود، اون نفری که کنارش وایساده بود با غرور کنارش وایساده بود، دیوس کوتره. دیدین هر درخت یک آخوند، هر درخت یک آخوند. یادتون نره سبزی پلو با ماهی، باقلی پلو با گردن. تموم میشه، روز میشه این شب ما، روز میشه این شب ما، صبح میشه این شب ما، سپید دم ما هم فرا میرسه. ما دیکتاتورها رو دیدیم، قذافی رو دیدیم، صدام رو دیدیم، لاغل پوتین رو دیدیم که به چه ذلتی افتاده. از ایران پهباد میگیره، اوکراین رو میزنه. پوتین ما فکر میکردیم که خیلی قدرتمنده، بعد دیدیم به گوز اومد. پوتین رو دیدیم، خامنه ای رو میبینیم. صبح میشه این شب، صبح میشه این شب.